مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم، ای برف و باران حجره ما بزیب شد. چه خیلی که میبینه در این حوالی ما آب نیسته، ما از خود 1 کیلومتر راه دور آب کشانده میآوردیم در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم. بصیره محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونته چین در ناحیه دنغره تاجیکستان است. از مشکلات روزگارش تا به کار آمدن به این شرکت چینایی با تلویزیون دولتی CCTV قصه میکند. با بکار در آمدن این کارخانه او و ده های دیگر در آنجا کار پیدا کردند. بنابراین او از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است. با همکارگران جونتای راهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چه خیلی که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن. شرکت های چینی در بازار مهنت تاجیکستان با آن حتی که ترغیب می شود سهم ندارد. شرکت های چین با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی و فناوری های خیش بلکه کارگران و متخصصان خود را نیز همراه می آورند. 90% اجازت نامه های کاری صادر کرده تاجیکستان برای مهاجران کاری به شهروندان چین راست می آید. رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هرچی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوه کاری هم متخصصان تاجیک هستند. البته این انوخت از سطح رهبر سیاسی تامین میشد، لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن. مایانشاه محمدبیکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم می شود. رئیس 30% شهروندان خارجی 70% از ما درست است. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است. حالا شرکت های چینایی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر می کنند. طور مشاهده می شود شرکت های چینی در تاجیکستان کارگران بومی را به کارهای کم مزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب می کنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینایی را کرایه می کنند. من باور دارم بعد قبول شدن این و رسما نظارت برده می شود. تاجیکستان از سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های چینی در قلمروش استقبال می کند. ما سرمایه گذاری و بنیاد کارخانه ها را در اینجا چون اجرایش سیاست یک کمربند یک راه ارزیابی میکنیم. این سیاست دولت چین است که نتیجهش را ما و شما میبینیم. برای همین ما به این اقدام باوری و اعتماد داریم. جمهوری تاجیکستان هر سال به شهروندان خارجی 8000 کوات کاری جدا میکند. به گفته مسئولان از این مقدار تقریبا 4000ش به شهروندان چین داده می شود.